دوباره طالبان قوت گرفتند، بی‌امنیتی حاکم شدند، فساد گسترده شدند. مطمئنم که مواد مخدر، مافیای اقتصادی، مافیای دیگی، یعنی افغانستان یک حالت بسیار بد در زمان تصدی آقای کرزی دارد و به او خاطر است که ما در حالی که افغانستان 2001 در ابتدایی که تفاهم وجود داشت، امید وجود داشت، مردم افغانستان واقعا میخواستند که در این کشور صلح بیاید، اینطوری که افغانستان تصمیم آقای کرزی کردند و آقای کرزی 10 سال بعد ایده افغانستانی را به ما دادند که تک تک کسایی که این کشور در مدت 13 دفاع کردند اینا از بین میرند، اما آقای کرزی با پروسه صلح با یک تعداد افراد نابکار تیم تحمیلی بارمشه در این کشور میخواهد در این کشور حاکمیت خود را ادامه بدهد. پس به این صورت سماره که میگیم که ما دو راه داریم. راه اول نیست که مردم افغانستان صفوف خود فشرده بسازند در مقابل جنایت، در مقابل شرور، در مقابل تکبیربری، در مقابل استبداد، در مقابل خودکامگی و در مقابل همه این نابسامانی‌ها اثبات شوند و داری شکن کردن نهایی این نابسامانی‌ها و این جنایت اینا مقاومت کنند، مبارزه کنند و بالاخره موفق شوند و انشاءالله که بشن. راهی دوم چیز دوستان عزیز، میخواهیم توجه شما را در قسمت عزیز داشته باشم. چرا کلا یکسره اینطور وانمود میشه که طرفی صلح میخواهد اما طرفی دیگه صلح نمیخواهد. اینطور نیست. طوری وانمود میکنه آقای کرزی و حکومت، طوری وانمود میکنه که ماها کسایی هستیم که صلح میخواهیم، اما اینا کسایی هستند که واقعا نمیخواهیم به این کشور صلح بیایند. اونطور نیست دوستان. اینا مسائل قانونه جلوه میکنن. در واقع حکومت آقای کرزی زیر عنوان صلح میخواهد که به سلطه خود ادامه بده، میخواهد که توجه مردم افغانستان و جامعه جهانی را از یک طرف و دیگر طرف اینا معطوف بدارند که هیچ کس متوجه نالایقی، همکاری، بیکفایتی، فسادی حکومت نشد. و طرف با زمانی که ما میگیم که با طالبان صلح، ما میگیم که ما طرفدار صلح پایدار و همیشگی در این کشور هستیم. صلح پایدار و همیشگی در این کشور به چی معنی؟ ما میبینیم در طول تاریخ افغانستان متاسفانه میبینیم که صلح بوده، اگر صلح جنگ بوده، بعد از جنگ جرگه بوده، بعد از جنگ جرگه آمارگی به خاطر یک جنگ دیگه بوده، بعد جنگ شده، بعد دوباره جرگه آمده. طور تاریخ افغانستان همیشه همین دور باطل تکرار شده رفت، همین دور باطل تکرار شده رفت و حتی امروز که امروز است ما به صلح پایدار نرسیدیم. فکر میکنند که با یک صلح قراردادی موقتی استخباراتی شخصی و گروهی آقای کرزی با طالبان این کشور به قرار میرسد. خب ممکن نیست به این ترتیب شود. پس به این صورت ما طرفدار صلح پایدار هستیم و صلح پایدار زمانی به وجود میآید که در این کشور واقعا مردم را حق تعیین سرنوشت بدیم، مردم را قدرت بدیم، از این حالت تک‌تازی و تک‌محوری قدرت را بکشیم، از این حالت فقط یک نفر تمام قدرت در دستش است و هر چی بخواهد درش میکنه. از این حالتی که پیشتر خدمت شما عرض کردیم که قدرت مطلق فساد مطلق میآفریده، فساد مطلق آورده، از این حالت کشور را بکشیم. چطور میتونیم که از این سیستم پدرشاهی که فقط یک نفر میخواهد امر و نهی کند و فقط یک نفر میخواهد مسئولیت داشته باشه کشور را بکشیم؟ قدرت را باید توزیع کنیم، قدرت را باید به مردم بدیم، دموکراسی را باید از مردم به مرکز بیاریم. نمیشه که دموکراسی را دیگه از مرکز به ولایت ببریم، از مردم بیاید. پس چطور میشه که قدرت توزیع کنیم تا بتونه تا کسی نداره که از قدرت سوء استفاده کنه مثل که آقای کرزی در مدت 10 سال کرد؟ چطور میشه؟ ما حتما باید راهکار یا ساختار سیاسی را در قدرت تغییر بدیم. ما نمیتونیم که فقط یک نفر صاحب افغانستان بشماریم. ما نمیتونیم فقط تصمیم گیری و سیاست های کلان را به دست یک نفر بگذاریم و دل خوش کنیم که والله ما وزیر داریم، معاون داریم، این داریم. این که مهم نیست. مهم هم نیست که در این کشور واقعا سیاست های کلان की تصمیم میگیرن. تصمیم گیرنده کلان نیست. پس یک راه دیگه که گفتم داریم نیست که چطور میتونیم ساختار قدرت را طوری تنظیم کنیم که مردم افغانستان خودشان قدرت عمل ثبات بگیرند، خودشان از جان خود حراست و حفاظت کنند، خودشان نگهبانی کنند، خودشان در مسائل پولیس نظارت کنند، تفتیش کنند. پس خودشان بتوانند که از کلینیک و مکتب و مدرسه و مردم خود حراست کنند. و این فقط یک راه دارد که بتانیم که ساختار قدرت را در قانون اساسی افغانستان تغییر بدهیم. پس به این صورت است که حتی اگر کسایی طرفدار ایجاد نظام طالبی هستند، اگر توانستند که از طریق همین مکانیزم به افغانستان اونا نظام طالبی را در گوشه ایجاد کنند بکنند، اگر مردم خوش است که زیر سایه نظام طالبی زندگی کنند، پس حق داشته باشند که بکنند. اما توجه داشته باشند که اگر مردمی نمیخواهد که زیر نظام طالبی زندگی کنه، حق داشته باشند که با نظام دلخواه خودشان زندگی کنند، با ارزش‌های خودشان زندگی کنند، با اصول خودشان، با آرزوهای خودشان زندگی کنند. نباید هیچ کس تهدید شود. اگر میخواهیم واقعا در این کشور صلح پایدار بیاید، میخواهیم که واقعا از غرور و اختلاف و تکمیه‌بری نجات بیابیم، پس یگانه راه همین است که بتانیم که ساختار قدرت را در قانون اساسی افغانستان تغییر بدهیم تا مردم بتانند خودشان تصمیم کنند و حق تعیین سرنوشت خود داشته باشند. البته با یک نکته که این مسئله در زیر یک چتر کلان افغانستان واحد و لایتنزاع صورت میگیرد، مثل که 90% از کشورهای دنیا با اینمی سیستم اینا حکومت میکنند. چرا باید در افغانستان سیستم نباشد؟ چرا فقط یک نفر همه کار باید بکنند؟ تا چی زبان مردم افغانستان باید برادر رئیس جمهور یا برادر معاون رئیس جمهور یا برادر فلان وزیر یا مقام بشناسد تا کار صورت بگیرد؟ برید داخل افغانستان ببینید، فساد زبانه میکشد. پس همین است که یگانه راهی که به مردم وجود دارد، نه قاضی عادل است و اکثریت متاسفانه، نه سالارمالی عادل است، نه محکمه عادل است، هیچ کاری کرده نمیکنند. و خدا قسم توجه داشته باشید که ما مسئولین همین استرا محکمه یا محکمه کلان بزرگ و عالی دیدیم. ما برشان گفتم که برادر این مشکلات دارد، میدانید به من چی جواب داد؟ میگن او برو اول به او دعوای خود بکنه، جنگ کنه، بکنه، باز به ما که راضی شد، باز ما میبینیم که چی باید بکنیم. توجه داشته باشید اگر نظام قانونش این باشد، این چطور میشه که در افغانستان بدانید که ما همین حکومت میدن در صلح و تفاهم و یک دستی یکدیگه بیاید. دوستان گرامی، وقت زیاد شما را نمیدونم، فقط دو نکته آخری خودم میخواهیم بگویم. این که ما این مسائلی که میخوایم صحبت کردیم صحبت میکنم، این مسائلی نیست که امروز بگویم یا یک تعداد نوشته میکنند حتی در سایت ها و اینترنت و همین میگن که برای کسایی که در قدرت اینا در قدرت نیستن به اون نسبت این مسائل میگن. نه، حتی زمانی که ما مدرستی سفارت افغانستان در لندن بودم با آقای کرزی رئیس جمهور بود، حتی در اون زمان من مسائل بسیار واضح و روشن میگفتم. دوستایی که به اینجا هستن به یاد دارن که هیچ وقت ما صدای مردم افغانستان در هیچ شرایطی تحت هیچ شرایطی خفه نکردیم و همون صدا را گفتیم.